همچنان در ایران گروهی از بهائیان شهر سنندج مرکز استان کردستان در ایران از برخورد نیروهای امنیتی با خود و اعضای خانوادهشان خبر دادند. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر میگویند ایران حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را رعایت نمی‌کند. ایران اما با وجود گزارش‌های متعدد از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی مخصوصا بهائیان این اتهام را همواره رد کرده است. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. گروهی از بهائیان سنندج میگویند اداره اطلاعات این شهر با بازداشت تعدادی از نزدیکان یک خانواده بهائی در سنندج آنها را وادار به شکایت خصوصی علیه این خانواده کرده است. این شهروندان تحت فشار مجبور شدند با عناوینی مثل تبلیغ بهائیت و گمراه کردن مردم از ذبیح الله رئوفی و خانواده شکایت کنند. پروانه رحمانی همسر آقای رئوفی هم به خاطر اعتقادش به بهائیت از سوی اداره اطلاعات سنندج بازداشت شده است. همسر من و هیده شهریور که ریختن خونمون مثل جزوات مخصوص اعتقاد خودمون رو با خودشون بردن، منم با خودشون بردن. خوش میان چنانی هم نداشتن دستشون که قانع کننده باشه. بردن حرف من نگه داشتن و بعد وثیقه آزاد شدم. 23 آذر ماه محاکمه شدم، هنوز حکمم صادر نشده. 28 زنگ زدن به خانه من که بیا ادلاغیه برای پرونده داریم. خانم سوال کرد میگه من پرونده دارم، گفتم برای تو هم پرونده داریم. 29 اومدن تو خیابون میگرفتن بردن، خود منو بردن تو خونه، دوباره خونه رو از نو بازش کردن. محمد صلاح الدین رشیدیانی یکی از بهائیانی که همزمان با ذبیح الله رئوفی بازداشت شده بود میگوید او و 3 دیگر در پی تهدیدهای بازجویان به محاکمه به اتهام ارتداد مجبور شدند شکایتنامه علیه آقای رئوفی امضا کنند. بعد چند روز بازجویی از من خواستن که من تنها راهی که میتونم از بازداشت رها بشم و از اتهامایی که به هم وارد کرده بودن بر علیه آقای رئوفی و همسرش شکایت بکنی. من هم اونجا به بازجو گفتم چطوری من شکایت بکنم؟ مگه میشه اولا توی پرونده ای آدم هم متهم باشه هم شاکی؟ در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از بازداشت بهائیان در چند شهر ایران از جمله تهران، اصفهان و مشهد منتشر شده است. رهبران بهائیان ایران هم از سال 1387 تا کنون در زندان به سر می‌برند. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از تداوم تبعیض و نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران بارها انتقاد کرده‌اند. بانی دوگال نماینده جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد پیشتر با اعلام اینکه وضعیت بهائیان حتی در دوره روی کار آمدن دولت روحانی بهبودی نیافته گفته بود. مشخص نیست تا چه زمانی بهائیان باید در ایران مورد تبعیض قرار بگیرند، اجازه اشتغال و تحصیل از آنها سلب شود و حتی نتوانند اجساد درگذشتگان خود را بدون هراس دفن کنند. مقامات ایران ادعا می‌کنند کسی در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود. کوروش صحتی، صدای آمریکا.